بونجور، کامو ساوا، سلام، امیدوارم که خوب باشید. بچه‌ها چهار تا در واقع کلمه داریم که خیلی اینا در ضد دترمینان هستن، شناسه هستن توی زبان فرانسه که خیلی کاربرد داره. شک هم مؤنثش میشه شکون، شک و شکندو. اینا رو ما میتونیم در مورد انسان‌ها، در مورد حیوانات، در مورد اشیاء استفاده کنیم. چند تا مثال خیلی خیلی مهم براتون آوردم که این مثال رو یاد بگیرید و کاربرد اینا رو هر کدوم رو یاد بگیرید. اولا شک، شکم و شکون مؤنثش هم معنی هر میده، هم معنی همه میده. این شک یعنی هر کلن و شکندو یعنی بعد از شکن. گاهی ما میتونیم حرف اضافه هم بذاریم، شکندو. حالا تو مثال بریم خودتون متوجه خواهید شد. مثال اولمون، همه لایق زندگی بهتری است. فکر کن که قراره که این جمله رو شما به فرانسه بگید. من یکم مکس میکنم ببینم چیکار میکنیم. میگیم شکم نقید une vie meilleure. Chacun. Chacun یعنی چی؟ یعنی همه، یعنی هر کسی، هر انسانی. Chacun mérite یعنی لیاقت چیزی را داشتن. فعل mérite یعنی لایق چیزی بودن، لیاقت چیزی را داشتن. Une vie meilleure یعنی زندگی بهتر. Chacun mérite une vie meilleure. بچه این جمله ها خیلی به درد میخوره. اگه میخواید زبان فرانسه در سطح پیشرفته یاد بگیرید، این جمله ها یه جایی حتما به دردتون میخوره. همه به فکر خودشونن، کسی به فکر دیگری نیست. شکن پر سوا، شکن پر سوا. سوا یعنی خودش، سوا یعنی خودش، هر کسی برای خودش، یعنی همه به فکر خودشون هستن. شکن پر سوا بگید هر کسی استعدادی داره. شکن آن تلان، شکن یعنی هر کسی، آن تلان یعنی یک استعدادی دارد. تلان یعنی استعداد. به آدم با استعداد هم بچه میگه تلانتوه، تلانتوه میگه ایله تلانتوه، اگه مهندس باشه ایله تلانتوز. پس شکن آن تلان. بگید همه اینو میدونن، با شکن بگید. شکن لو سه، شکن لو سه. هشه لو گفتم یک ضمیر خونساه و به معنی اینو، این چیزو، این هرچی، کلا یعنی این را. شکن لو سه یعنی همه اینو میدونن. آسیاب به نوبت، یه اونه که جوانتر هستن شاید این اصطلاح رو نشنیده باشن. آسیاب به نوبت یعنی چی؟ یعنی که هر کسی این اتفاق براش میفته. مثلا ازدواج میگیم آسیاب به نوبت، همه بالاخره یه روز ازدواج میکنن، هنوز نوبتت نشده. خب این بشیم آسیاب به نوبت. این شکن سون تور، شکن سون تور. تور یعنی نوبت، شکن هم یعنی همه، هر کسی. خب پس هر کسی نوبتش، یعنی هر کسی باید منتظر باشه نوبتش برسه. بچه‌ها در مورد تور توضیح بدم. ما دو تا تور داریم، یه تور داریم مذکره مثل اینجا لو تور که به معنای در واقع دو، به معنی نوبت هستش. یه لطوق داریم یعنی مؤنث هم داریم که مؤنثه. در واقع لطوق اگه مؤنث باشه به معنی برج، مثلا برج ایفل رو چی میگیم؟ میگیم لطوق ایفل، لطوق ایفل یعنی برج در واقع ایفل. قصه بعدیمون هر کسی نظری داره. میبینید شاید کار بود داره. اشکن سونوی، حالا ببین اشکن هم داریم. اشکن یعنی برای هر کسی نظری، نظری است. یعنی چی؟ یعنی هر کسی نظری داره. بکنید یه جا دارید اصلا نظر میکنید، طرف مخالفت میکنه، خب میگه خب هر کسی نظری داره. اشکن سونوی، نظر من اینه، نظر شما اینه. اشکن سونوی. اینا هر کدوم 100 یورو قیمت داره. فکر کنید رفته یه فروشگاهی جایی و اینا میگه، مثلا فکر کنید که چه میدونم یه وسیله، مثلا میز میخواید بخرید، 10 تا میزه. طرف میگه که هر کدوم از اینا مثلا 100 یورو قیمت داره. میگیم il coûte 100 euro chacun. il coûte یعنی این اجناس، حالا هر چی که هست قیمت دارن. 100 euro chacun یعنی هر کدوم 100 یورو قیمت. اینجا شکن رو بردیم آخر. il coûte 100 euro chacun. بسیار بسیار این جمله بچه‌ها پرکاربردن و حتما توی زبان فرانسه میشنوید اینا رو.
بگید همه حق زندگی دارن، همه حق حیات دارن. Chacun a droit à la vie. Chacun a droit à la vie. Droit بچه یعنی حق و حقوق. Chacun a droit à la vie یعنی هر کسی حق حیات داره. ببین شما لوی رو اینجا بردارید، کلی جمله هم شکلی با همین ساختار میتونید بسازید. مثلا بگیم که همه حق سلامتی و بهداشت و اینا دارن. بگیم chacun a droit à la santé. به جای لوی بگید à la santé. و خیلی کلمات دیگه که باید خودتون بگذارید. شکن ادغوا ا، مثلا همه حق دارن که یک مثلا کار مناسب داشته باشن، میگیم شکن ادغوا ام بون امپلوا یا ام بون تراوای. شکن ادغوا ام بون سالر، یعنی هر کسی حق برخورداری از حقوق مناسب رو داره. هر کدوم از اونها شخصیت منحصر به فردی داره. شک کنم هر کدوم از این خانم ها مؤنثشو میخوام بگم، من جمله سخت بزنم خودم بگم. Chacun d'elle a une personnalité unique. گفتم شکن اگر مؤنث بشه میشه شکون، خب یه او اضافه میکنیم. شکن دو داریم مؤنثش میشه شکون دو. میخوام بگم هر کدوم از اونها، از اون خانوما، میگیم شکون دل. شکون دل a une personnalité unique. پرسونالیتی یعنی شخصیت، یونیک یعنی منحصر به فرد. هر کدوم یه شخصیتی دارن. شکون دل a une personnalité unique. Chacune d'elles est arrivée alors. هر کدوم از اینا به موقع رسیدن. ببین چقدر جمله میتونید باهاشون بسازید. به شرطی که زحمت بکشید و خودتون هم حدس بزنید. بگید هر کسی یه عیبی داره. Chacun a ses défauts. Chacun a ses défauts. دفو یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی عیب. برعکسش چی میشه؟ اینو نمیگم، تو کامنت شما بگید ببینم اونایی که بلدن. برعکس دفو چی میشه؟ یعنی حسن، یعنی کیفیت، یعنی مزیت، خوبی. شکن از دفو هر کسی یه عیبی داره. من هر کدوم از این اشخاص رو، هر کدوم از این آدم ها رو میشناسم. Je connais chacune de ces personnes. Je connais chacune de ces personnes. چون پرسون مؤنث کلن و اینجا باید از شکون استفاده کنیم. Je connais chacune de ces personnes. مرسی از همه شما یا مرسی از تک تک شما. مرسی à chacun de vous. مرسی à chacun de vous. مرسی از همه تون که کمک کردید یا اومدید تشریف آوردید. مرسی à chacun de vous. چون فردا شود فکر فردا کنیم. بچه این زبان وسط باز اونایی که مثل من از سن و سال یادشون گذشته میدونم معنیش چیه. جوان تر من توضیح دادم براتون. یعنی چی؟ یعنی آقا جون هر روز ما یه مشکلاتی داریم. همین مشکلات امروز ما بهش فکر بکنیم. دیگه کاری نداشت بشیم فردا. فردا که بشه خب مشکلات خودشو داره. فردا به فکرش میفتیم. امروز رو به اصطلاح فکر فردا نباشیم. اینو بهش میگیم شک یا سوفی سپن. یه زبان مسئله که خوب اینا رو بلد باشید. شک شو سوفی سپن. بچه اینا رو اگر شما بلد باشید به یک فرانسوی بگید، فرانسوی اصلا حال میکنه، میگه باری کلده این چقدر قشنگ فرانسه صحبت، بیا گو استخدام شما با تو فرانسه عالیه. اینا خیلی، این تک جمله که دارم بهت میگم ضرب المثل ها خیلی مهمه، یعنی واقعا تاثیر زیادی داره. شک شو سوفی سپن. پن یعنی چی؟ یعنی درد و رنج و زحمت و گرفتاری مشکل. خب سوفی هم یعنی چی؟ یعنی کفایت میکنه، کافیه. هر روز مشکلات خاص خودش داره، ما کاری با فردا نباش. اصطلاح میگیم چو فردا شود فکر فردا کن. اینا سعی کن حس کنی. شک شو سوفی سپن. هر روز یک فرصت تازه است. اینجا هر روز میشده میشه هر روی. من بد تایپ کردم. هر روز یک فرصت تازه است. اینو بگید. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Opportunité va être une فرصت. Nouvelle en که میشه تازه. Chaque jour est une nouvelle opportunité. یعنی هر روز یک فرصت تازه است و ما باید این فرصت ها رو غنیمت بشمریم. نذار این فو پا پرد cette opportunité یا les opportunités. فرصت ها رو نباید ما از دست بدیم. Chaque jour est une nouvelle opportunité.
همه در انتخاب خودشون آزادن، هر کسی میتونه انتخاب خودشو داشته باشه. خود وکیل هر کسی این جمله رو گفت بیاد به من بگه و اونی که بتونه این جمله رو بگه، یعنی واقعا فرانسش خوب بچه ها، شکن الیبر دو سشوا، اگه نشنیدید شکن الیبر دو سشوا. خب هر کسی در انتخاب خودش آزاده، هر چی رو دوست داره، هر راهی رو دوست داره انتخاب کنه. شکن الیبر دو سشوا، لیبر یعنی آزاد. خب این هم آخریش بود، دیدیم ویدیو خیلی کوتاهی بود. شک، شکن، شکون، اشکن، شکون دو، که البته خیلی میتونست بیشتر باشه و من میتونستم 500 تا جمله به شما بیارم که با همین شک و شکن اینا ساخته میشه، اما خب دیگه خودتون هم زحمت نکشید و بشینید این کلمات رو تغییر بدید، چند تا جمله جدید بیارید، توی کامنت ها بنویسید جمله هایی که من اینجا نگفتم و میشد با اینا ساخت فرانسه رو بگید و شاید ما یه چیزایی یاد گرفتیم از شما. مرسی d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir, bonne chance.